تو بحث قبلیمون با دکتر هوبان صحبت کردیم در مورد اضافه وزن. دکتر هوبان، شما میدونم یه آرتیکل نوشتین. آرتیکل؟ مقاله نوشتین در مورد چند تا اشتباهایی که آدما میکنن توی اضافه کردن وقتی میخوان وزنشون کم بشه. درسته که یکیشو دفعه پیش صحبت کردیم. بله، یکیشون گفتی که هورمون تایرویدشون اگه زیاد باشه. خب نه، اون جزء اشتباه نبود، اون جزء دلایلی بود که مثلا ممکن، ولی گفتم اگر که غدد ادرینال یا غدد فوق کلیویشون تحلیل رفته باشه یا دیپلیت شده باشه و ورزش بیش از حد بکنن، تازه چاقم میشن بیشتر. حالا یکی چیز دیگه چیه؟ خب یکی دیگه این که خیلی سراغ چیزای دایتی میرن. بله، یعنی رژیمی. و خیلی ها من دیدم اضافه وزن دارن و فقط چیزایی که میخورن چیزای رژیمی هست. بله، من خیلی از این آدم دارم تو زندگی و من مطمئن هستم که شما میبینید که اونایی که معمولا روی چیزای دایتی هستن همیشه اضافه وزن دارن. بله، من اتفاقا کم نمیشه. اصلا من اتفاقا دیدم یه دفعه لاغر میشن بعد از مثلا 6 ماه خیلی بیشتر دوباره میشن. خب ببین، به خاطر اینکه این موادی که دایتی هستن یا رژیمی هستن نه تنها شما رو لاغر نمی کنن، من اینو بارها گفتم، هم بلکه شما رو تازه چاقترم می کنن. چرا؟ خب به خاطر این که خیلی دلیل خیلی، اولا که علاوه بر این که خیلی مضرن برای سلامتی، مثلا یک، من همیشه میگم کسانی که کوک می خورن یا نوشابه های مثل کولا و غیره، مثلا میگم کوکاکولا خودش مثلا سمه، ولی دایت کوک بمب شیمیایی میشه دیگه، یعنی خیلی خیلی خطرناک‌تر میشه. شکر هم همینطور، شکر سمه، ولی اونایی که جاینشین شکر سفید میشه مثلا آسپارتم که همون نوتری سوئیت میشه و اسپلندا و غیره، اینا بسیار خطرناکن. حالا علاوه بر ضررایی که داره و خطرایی که برای ما داره و ما رو دچار خیلی از مشکل و ناراحتی میکنه، وقتی که ما این چیزای دایتی رو میخوریم، اینا معمولا هیچ گونه مواد مغذی درشون نیست. منظورتون چیه؟ یعنی نوتریانت که باید باشه درشون نیست، یعنی آری از همه اینها هستن. فقط چیکار میکنه؟ شکمو پر میکنه و به ما میگیم خب پس سیر شدیم یا خوردیم و غیره، مثلا حواسه یه چیزی شیرین کردم میخور. آره، ولی سلول ها گرسنگی میکشن، مثل اینکه بهشون داری قحطی میدی. بعد این طرف چون سلول گرسنگی کشیده، یک دفعه با یک ولع خیلی زیادی میخواد خیلی بره بیشتر غذا بخوره. درست. بعد میره چی میخوره؟ باز همون چیزای دایتی رو میخوره. بله. و این خب یک مثل دامینو افکت میشه و خیلی میتونه اثرای بدی بذاره و واقعا من پیشنهاد میکنم هر کسی که روی این چیزای دایتی هست کاملا بذاره کنار. گوش بدین به دکتر. حالا اگه دارین گوش میدین، دو تا چیز خیلی مهم. بله. که همیشه من به اشخاص میگم. ترازوتون رو بندازین دور. ترازو میدونین چه؟ بله. خب. باری کلا. بله. فارسی. آره بله، یه okay. چیزی. یکی ترازو رو بندازین، یکی همین که کالری بشمرین. خیلی میشنن کالری میشن. میشنن. آره، برای که این اصلا موضوع کالری نیست شمردنش. موضوع کمیت نیست، موضوع کیفیته. بدونی یعنی که سیر شدی. یعنی کوالیتی باید بخوری نه کوانتیتی. غذا که میخوری درست باشه، چون شما میتونی بری مثلا 1000 کالری فقط بخوری، بگی من تو 1000 کالری بیشتر نمیخوام بخورم، ولی تمام اون 1000 کالری جانک باشه. درست. ولی ممکنه بری 2000 3000 کالری هم بخوری ولی چیزای سالم بخوری و شما رو تازه لاغر هم بکنه. پس این کالری شمردن ها و اینکه رو ترازو دم به دقیقه همین میرن و میسن واقعا اثر برعکس میذاره براشون. پس شما میگین که ما باید اصلا خودمون رو وزن نگیریم و با نشمریم چیا میخوریم و شمارشون. نه اصلا کالری، اصلا این داستان کالری شمردن رو بندازین دور. چه جوری بدونیم کی بسته؟ بخاطر اینکه دیگه شما اگر غذای سالم بخورین، اگر غذای سالم بخورین، غذاتون واقعا درست باشه. بله. مثلا پروتئین درست حسابی بخورین. چربی بخورین. یکی دیگه از مهمترین موارد اینه که خیلی از من دیدم دوربر کسانی که میخوان ادوایس بدن یا نصیحت بدن به اشخاص، اولین پیشنهادی که بهشون میکنم میگن تمام چربی تو قطع کن. بله. یکی از بزرگترین اشتباه ها هست. بله. میدونم شما خیلی آووکادو فکر میکنین چربی خوبیه. و اصلا چربی خوب نه تنها شو، این دوباره یک جمله دیگه گفتم، چیزای دایتی نه تنها شما رو چاق نمیکنه، لاغر نمیکنه، بلکه چاق میکنه. چربی های مفید هم نه تنها شما رو چاق نمیکنه، بلکه تازه وزنتون رو پایین هم میاره اگر اضافه وزن داشته باشین. بله. خب ولی نه چربی های بد. چربی های بد مثلا چیزای سرخ کردنی یا ترانس فت ها یا چیزایی که موادی که به هر حال
از اون حالت طبیعیش خارج شده از با روغن‌های مختلف و غیره اصلا برای شما خوب نیست، ولی چربی‌های خوب مثل مثلا روغن زیتون سالم، روغن زیتونی که مثلا از همه نظر ارگانیک باشه، فرست کولد پرس باشه و به هر حال سالم باشه. حالا برگردیم پیش ما، بیایم با دکتر صحبت کنیم در مورد چند تا چیزای دیگه که توی دایت بد هسته. اوکی. مرسی دکتر. خواهش میکنم.